سلام و وقتتان بخیر. با سرویس خبری ساعت 6 از هزار ولت خوش آمدید. سرخط خبرها: افراد مسلح در دایکندی یک مرد و زن را به قتل رسانده اند. تفنگداران ناشناس دو مرد دهقان را در ننگرهار تیرباران کردند. طالبان 3 عضو حزب تحریر را در تخار بازداشت کردند. رئیس زراعت طالبان در کندوز به دلیل ازدواج اجباری به حبس ابد محکوم شد. طالبان یک فعال شبکه‌های اجتماعی را حین برگشت از دبی در کابل بازداشت کردند. و جسدهای 5 نظامی پیشین افغانستان کشته شده در پاکستان به خانواده‌هایشان سپرده شد. مشروع خبرها: منابع محلی در ولسوالی شهرستان دایکندی می گویند که یک مرد جوان همراه با مادر همسرش شبانه توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. به گفته منابع، این قتل ساعت 11:30 دقیقه چهارشنبه شب 31 اسفند در روستای شکار آباد شهرستان رخ داده است. یک منبع به هزار ولت گفت که 4 مرد مسلح، یک مرد 27 ساله به نام غفور و یک زن 43 ساله به نام گلجان را با ضرب گلوله کلاشینکوف به قتل رساندند. با گفته منبع، غفور داماد گلجان بود. با گفته منبع، افراد مسلح پس از قتل با 2 موتورسایکل از ساحه فرار کردند. این منبع افزوده است که انگیزه قتل و هویت عاملان آن تا اکنون روشن نیست. منبع به نقل از باشندگان محل افزود که افراد مسلح از خود روستای شکار آباد نبودند. یک منبع دیگر نیز گفت که غفور یک فرد عادی بود و در گذشته نیز سمت دولتی نداشته است. مسئولان امنیتی طالبان در ولسوالی شهرستان دایکندی تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتند. منابع محلی در ننگرهار می گویند که تفنگداران ناشناس 2 تن را در ولسوالی چپرهار این ولایت تیرباران کردند. منابع روز پنجشنبه 1 سنبله به هزار ولت گفتند که این رویداد 3 روز پیش در منطقه مانوی چپرهار رخ داده است. منابع از افراد تیرباران شده شیراغا و ملنگ نام برده و افزودند که آنان حین آبیاری مزارعشان به قتل رسیدند. بر اساس اطلاعات منابع، تفنگداران ناشناس پس از رویداد از ساحه فرار کردند. هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده است. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که در این اواخر رویدادهای جنایی در ننگرهار بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. یک هفته پیش هم تفنگداران ناشناس یک راننده تراکتور را در ولسوالی خوگیانی این ولایت به قتل رساندند. منابع محلی در تخار می گویند که اداره استخبارات طالبان 3 عضو حزب تحریر که باشندگان اصلی ولسوالی کلفگان تخار هستند را بازداشت کردند. منابع معتبر روز پنجشنبه 1 سنبله با هزار ولت تایید کردند که استخبارات طالبان این افراد را حوالی ساعت 9 شب گذشته از یک خانه مسکونی در حومه شهر طالقان بازداشت کرده و به زندان این گروه انتقال داده است. منابع مشخصات این افراد را نعمت الله فرجاد، استاد لیسه ابوالحسن خرقانی، نعیم الله نعمانی، استاد دانشگاه خصوصی پیمان و نورالامین دقیق اغلی، کارمند تذکره الکترونیکی تخار می گویند. منابع همچنان ادعا می کنند که بزرگان محل به هدف وساطت نزد مسئولان اداره استخبارات طالبان برای آزادی این افراد رفته بوده اند، اما این گروه وساطت آنان را نپذیرفتند. مقام های محلی طالبان در تخار تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتند.
حزب تحریر در سال 1953 توسط تقی‌الدین نبهانی روحانی فلسطینی ایجاد شد. شیخ عطابن خلیل ابورشته از سال 2003 تا اکنون رهبری این حزب را بر عهده دارد. این حزب ادعا دارد که در 50 تا 60 کشور جهان از جمله افغانستان فعال است. اما فعالیت این حزب در اکثر کشورها غیر قانونی است. سال گذشته برخی از رسانه ها از جمله 8 صبح گزارش داده بودند که استخبارات طالبان فعالیت این حزب را ممنوع اعلام کرده است. فعالیت حزب تحریر در حکومت پیشین افغانستان نیز جنجالی بود. به گفته مقام های حکومت پیشین، این حزب در وزارت عدلیه افغانستان ثبت نیست و جواز فعالیت ندارد. منابع محلی در کندوز می گویند که مولوی امان الله حسن رئیس زراعت طالبان در کندوز به دلیل ازدواج اجباری با نامزد یک جنگجوی این گروه از سمتش برکنار شده است. منابع روز پنجشنبه یک سنبله به هزار ولد گفتند که حسن به دلیل ازدواج اجباری در بدل پرداخت 7 میلیون افغانی پول به خانواده دختری که در نکاح یک جنگجوی طالب در ولسوالی امام صاحب کندوز بود از سوی دادگاهی عالی این گروه به حبس ابد محکوم شده است. وی نزدیک به 2 سال پیش برای سومین بار با دختری از ولسوالی امام صاحب به گونه اجباری ازدواج کرد. در آن زمان رئیس زراعت طالبان پس از 3 دادگاه طلاق این دختر را از نامزد قبلیش گرفت و به نکاح خود درآورد. بر اساس اطلاعات منابع، حسن در کنار پرداخت 7 میلیون افغانی به خانواده این دختر حدود 2 میلیون افغانی را هزینه دادگاه و مراسم عروسی کرده است. رئیس زراعت طالبان اکنون در کابل به سر می برد. گفتنی است که این مقام محلی طالبان سال گذشته نیز برای دومین بار هر 3 همسرش را از بودجه ریاست زراعت این گروه به حج فرضی اعزام کرده است. منابع محلی در پکتیا میگویند که استخبارات طالبان شمس پکتیاوال یک فعال شبکه‌های اجتماعی را حین برگشت از دبی به کشور در میدان هوایی کابل بازداشت کرده است. منابع روز چهارشنبه 31 اسد با هزار ولد تایید کردند که پکتیاوال حدوداً 16 روز پیش بازداشت شده است. منابع افزودند که این فعال شبکه‌های اجتماعی آخرین بار 2 هفته پیش از میدان هوایی کابل با خانواده اش تماس گرفته. با گفته یه منابع با گذشت چند روز هنوز از سرنوشت پکتیاوال اطلاعی در دست نیست. وی در شبکه‌های اجتماعی از آموزش دختران و پرچم سرنگ کشور حمایت می‌کرد. گفتنی است که این فعال شبکه‌های اجتماعی پس از فروپاشی نظام جمهوریت حامی طالبان نیز بود. این در حالی است که چند روز پیش هم طالبان یک فعال شبکه‌های اجتماعی را با دلیل انتقاد از این گروه در لغمان بازداشت کردند. منابع به هزار ورلد می گویند که جسدهای 5 نظامی حکومت پیشین افغانستان که در ایالت بلوچستان پاکستان یافت شده بود و خانواده هایشان سپرده شده است. این افراد روز جمعه 26 اسد پس از تیرباران شدن در شهر دالبندن در منطقه چاقی جسدهایشان در ایالت بلوچستان آویزان شده بود. آنان باشندگان اصلی منطقه چاه میرزای ولسوالی نادعلی ولایت هلمند بودند. از سامی کشته شدگان روزی خان، سمیع الله، سنگری، اسحاق زی و رحمت الله گفته شده است. تا کنون به طور رسمی هیچ گروهی مسئولیت این کشتار را به گردن نگرفته است. سپاس از اینکه تا پایان این سرویس خبری ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد وقتتان خوش. خدا نگهدار.